سلام، عرض ادب و احترام، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه، خودتون، خانواده‌های محترمتون سالم و سلامت باشین و تو ایدئال ترین حالت ممکن باشه. خیلی خوش اومدین به جلسه اول از طرح آمادگی امتحانات پایان ترم ما. خیلی خوش اومدین. من سری برنامه‌مون رو بگم که با هم دیگه قراره چی کار کنیم. خب بعد مفصلم من جواب سوالا رو همه رو انتها میدم. الان فقط به بنده گوش کن که بگم قراره با هم دیگه چیکار کنیم تو این 6-7 جلسه. ببین منو، خیلی از شماها اولین باره که سر کلاس ما هستین، برای این دوره فقط ثبت نام کردین، اما بعضی از شما هم هستین که کلاس سالیانه رو با ما بودین. اونایی که کلاس سالیانه رو با ما بودند، خب یه حسنی داره که آقا با سبک من آشنان، اما کسایی که نبودن اصلا نگران نباشن، قراره با هم یه دوره خیلی خفنی رو بگذرونیم. قراره با هم دیگه چیکار کنیم؟ خوب به من دقت کن. ما از توی این 7 جلسه، درسته، 7 تا درس داریم. شروع می‌کنیم با هم دیگه از درس اول، از درس اول. واو به واو متن درس رو با هم دیگه ترجمه می‌کنیم، تجزیه یا علی، تجزیه ترکیب می‌کنیم، میایم جلو. قبوله؟ پس بعد از اینکه درس اولمون رو از لحاظ ترجمه ما خیالمون راحت شد، از لحاظ قواعد هم خیالمون راحت شد، وارد حل تمارینش میشیم. هر چیزی که شما نیاز داری برای اینکه این کتاب رو کامل بخونی، کامل یاد بگیری، مسلط باشی رو هم برات آماده کردم. اولی که سر کلاس شده از اینکه واو بابا با هم دیگه تحلیل میکنیم، خب قرار خود تمارین کتاب درسی رو هم با هم دیگه اهم مطالبش رو حل کنیم. آهان، این نکته اول. نکته دوم، رو پنل شما یک ساعت بعد از کلاستون یک شبیه ساز آزمون از درسی که اون روز با هم دیگه خوندیم قرار داده میشه با پاسخنامش. پس بلا فاصله تا مثلا با یه فاصله یک ساعته ای شما میتونین برید درسی که تو روز یاد گرفتی رو آماده شی برای اینکه آقا از خود یه آزمون بگیری. حله؟ پس بلا فاصله بعد از کلاس یک ساعت بعد رو پنلتون یه شبیه ساز آزمون از درسی که امروز میخونی قرار داده میشه. نکته دوم، برای اینکه این درس رو تو رهاش نکنی و ریویوش کنی مدام، قبل از جلسه بعدی، مثلا ما جلسه صفرمون، جلسه یکمون امروزه، جلسه بعدی که من میخوام برم سراغ درس دو، قبل از اینکه وارد کلاس یه آزمون اجباری داری. آهان، از درسی که جلسه پیشنی این جلسه ما خوندیم با هم دیگه. پس من این آزمونم براتون از ظهر فعال میکنم، از ساعت 12 که بین ساعت 12 تا 6 راحت با خیال آسوده بری آزمونت رو بزن. پس اینجوری نیستش که آقا ما فقط بیایم یه متن درس رو ترجمه کنیم، تشتاد و تمرین عمل کنیم و بریم. نه، همه قواعدش رو واو به واو دوره میکنیم. بهتون میگم متن درس رو ترجمه، تجزیه ترکیب کامل، اهم مطالبش رو، تمریناش رو حل میکنیم، یه دونه آزمون شبیه ساز بلافاصله بعد کلاس میدیم و قبل از جلسه بعدی یه دونه آزمون رسمی از این درس میدیم. پس پلن 5-6 مرحله یه برای که خیال ما از این ماجرا راحت باشه. اگر کسی در مورد دورمون سوالی داره الان بپرسه، اگر نه من سریع شروع کنم بریم کار. خب آره قطعا تستی مفیده، واسه نگاه کن، چون تو آزمونی که براتون آماده کردم تستی هم گذاشتم. این از این، نگران اصلا نباش، صفری، فقط با من همراه شو، درست میشه؟ جزوه‌ام داریم؟ بله، قبل از جلسه آینده رو پنلتون گذاشته میشه دیگه. ما 6-7 جلسه با هم دیگه کلاس داریم. آره، احتمالاً دو تاش رو هم فشرده کن که تا آخر اردیبهشت قبل از امتحانات شروع امتحانات تموم شده باشه، خیالتون راحت باشه. یعنی توی هفته دو تا جلسه بریم. برای انسانی ها هم ما یه پلنی داریم که من اونو آخر ماجرا براتون توضیح میدم، صبر کنید. نه، از اول شروع میکنیم، چون خیلی از بچه‌ها مشکل پایه‌ای دارن چون کلاسشون آنلاین بوده. باب ها رو هم لابلاش اگه بتونیم بهتون میگیم. کسی که تجزیه و ترکیب ضعیفه اصلا خوراکش کلاس منه. واسه اینجا بیشتر با کتاب درسی سر کار دارم، اما جزوه‌ای که هفته بعدی بهتون میدم به صورت خلاصه قواعد خیلی براتون مهمه و خیلی به کارتون میاد بدون شک. ما جزمون آماده بودش این جلسه و تصفانی اتفاقی افتاد، به من نرسید پی دی افش، برای یکی دو روز آینده رو پنلتون قرار میگیره. استثنا من امروز رو هم تشریحی میگم، ترجمه واو و واو ترجمه میکنم دیگه. سوال ضبط حرکات رو لابلای مطالبم میگم بهتون،
قواعد دهم اونایی که مهمه، مثلا تو مبتدا و خبر، بله اونجا بهتون گفته میشه. جزوه رو گفتم دارید، 3-4 روز آینده رو پنلتون قرار میگیره. جلسه آینده چهارشنبه هفته بعد دیگه چتا رو ببن بریم. آره قطعا اگه با من همراه باشی 20 میگیری دیگه، فقط اینجا باش. برو بریم آقا، برو بریم، بریم فری. آقا نگاه کن منو، منو باخ. درس یک شما ها راجم اسم تفضیل و اسم مکان زمان صحبت کرده. خب میخوام فقط اینجا باشی. من آخر کلاس دوباره چتا میکنم، جواب سوالاتو میدم و نگران نباش، با خیال آسوده کلاسو ترک میکنیم تا جواب سوالاتو ندم و کلاس خارج نمیشم. خیلی تخ، فقط دیگه اینجا باش. ببین منو خوب به من دقت کن. ما یه سری از واژه ها رو داریم، بهشون میگن واژه مشتق. پس میتونم بگم آقا یک اسم یا جامده و یا مشتق. قبوله؟ مثال من نکن، تو میگی آقا مشتقات نفتی. مشتقات نفتی چی هست؟ اینا که از نفت گرفته شده. قبوله؟ در مقابلش یه جسم جامد، آها یه جسم جامد صلبی، یه جسمی که از چیزی گرفته نشده. پس من اگر میگم از این به بعد تو تعریف ها یک واژه این مشتقه، یعنی از یک اسم دیگه گرفته شده. قبوله؟ آها پس واژه مشتق واژه‌ایه که از یه اسم دیگه گرفته شده باشه. نقطه مقابلش اگر یه واژه ای رو من از واژه دیگه این نگیرم، به ذاته یه واژه بوده، یه واژه مستقل بوده، اون واژه واژه جامده. مثلا من میگم واژه معلم یه واژه مشتقه. میدونی چرا؟ چون از یه واژه تعلیم داره گرفته میشه. اما واژه‌ای مثل خیر، خوبی، جامده. چرا؟ چون از چیزی گرفته نمیشه. قبوله؟ این مقدمه رو شنیدی؟ بیا با هم دیگه بریم سراغ اسم تفضیل. اما اسم تفضیل میخوام قشنگ به من دقت کنید. واژه تفضیل رفقا به معنای برتریه، یا تو سنجش پریروز بچهای پایم احتمالا اگر زده باشن دیدن، به معنای رجحانه. رجحان هم معنای برتری داره. پس من اگر بخوام در جملم از برتری استفاده کنم، ناچارم اسم تفضیل رو بکشم وسط. قبوله؟ اما دقت کن، دارم میگم اسم تفضیل ها. هر جا در جمله ای از من شنیدی، هر جایی شنیدی آقا فلان اسم، اسم مکان، اسم زمان، اسم تفضیل، اسم مفعول، این اسم مفعول بودنه، اسم تفضیل بودنه، اسم مکان بودنه نقشش نیستا، نوع اسمشه. پس یعنی از این به بعد ما زمانی که داریم متن رو تجزیه ترکیب میکنیم، زیر یه واژه خط نمیکشیم بنویسیم این واژه اسم تفضیله. مدرد عممون میخوره. آهان اسم تفضیل داره میگه آقا مدل این اسم اسم تفضیله، حالا تو جمله هر نقشی که میخواد گرفته باشه باشه، من کاری باشتن. حله؟ پس اسم تفضیل داره به اصطلاح ذات یه اسم بررسی میکنه، نوع اسم بررسی میکنه. بریم جلو. پس برای بیان برتریه. قبوله تا اینجا؟ دو تا وزن کلی داره. چی هست اون دو تا وزنش؟ یک افعل، دو فعلا. این دو تا وزنای کلی ماجران. اما این وزن کلی دو تا وزن جانبی هم میسازه. برای افعل وزن افعا، و برای فعلا همین فعلا با ظاهر اینجوری. پس افعل و فعلا و افعا قالبای اسم تفضیل من. حالا خوب اینجا باش. این که من وزن میشناسم که به دردم نمیخوره که مشتی. چرا دردت نمیخوره؟ حالا بهت میگم. مهمترین فاکتور تو اسم تفضیل کاربردشه. یعنی چی؟ آیشه آردی مگه شما نگفتی اسم تفضیل برای بیان برتری؟ اوکی، اما این برتری تو چه قالبی؟ یعنی چی؟ یعنی شما اسم تفضیل رو قشنگ میخوام به من دقت کنی، یا برای مقایسه میبینی، یا به عنوان یک صفت میبینی. آخ آخ آخ، داره جدی میشه، داره جدی میشه، قشنگ به من دقت کن. پس من اسم تفضیل رو یا به عنوان قیاس میخوام ببینم، برتری کسی رو میخوام قیاس کنم، برتری چیزی رو قیاس کنم،
یا میخوام بگم نه بابا این بهتره دیگه، این خیلی خوبه، صفت به کار ببر. پس دو تا کاربرد داشتیم، مقایسه صفت. اگر بحث مقایسه مطرح باشه خوب به من دقت کن. یه موقعی من میگم آقا علی بهتر از محمد است، یه موقع میگم علی بهترین دانش آموز کلاس است. چه فرقی داره؟ جفتش دارم قیاس میکنم نه؟ اما یه موقعی علی رو با محمد دارم قیاس میکنم، قیاس یک به یک. یه موقعی علی رو دارم با یه جماعتی قیاس میکنم. دقت کردی؟ زمانی که دارم قیاس یک به یک استفاده میکنم علی بهتر از، زمانی که دارم از قیاس یک به چند استفاده میکنم علی بهترین. حالا یه مرحله بریم جلوتر، ببین دارم مرحله مرحله میارم تو بحثا. بهتر از صفت برتره، اما بهترین صفت عالیه. پس اگر صورت سوالی از شما پرسید تو کدوم گزینه من صفت برتر دارم، منظورش باید تو ترجمه بهتر بیاد. اگه پرسید کجا صفت عالی دارم، باید بهترین بیاد. خب یه سوال پیش میاد، آقا شاردی من از کجا بدونم دارم درست ترجمه میکنم؟ نه خیلی بچه ها باگشونی که آقا ما ترجمه درست سوی بلد نیستیم. کجایی اومدی؟ چون من قواعد رو یه جوری میگم که اصلا نیاز به ترجمه ندی. نگاه کن، معادل صفت برتر یا بهتر از من مقایسه ایه. من مقایسه ای. پس اگه بخوام این جمله رو به ادبیات عرب بگم چی میشه؟ میشه علیون افضل من محمد. پس من زمانی که صفت برتر دارم کار من با من مقایسه ای را میفته. پس من زمانی که صفت برتر دارم دارم قیاس یک به یک انجام میدم. آهان گفتیم من مقایسه ای برای قیاس یک به یک. با چی میام وسط؟ با من مقایسه ای. اما یه موقعی میخوام قیاس یک به چند انجام بدم، نگاه کن، قیاس یک به چند، علی رو میخوام با یه جماعتی از دانش آموزا مقایسه کنم، صفت عالی میارم. یه سوال ازت بپرسم منطقی، منطقی، بهترین دانش آموزا خدا وکیلی ترکیب اضافی نیست؟ بهترین دانش آموزا ترکیب اضافیه. پس دانش آموزا تو جای مضاف الیه واسه من اومده. پس من اگر صفت عالی بخوام داشته باشم بعد از اسم تفضیلم باید مضاف الیه بیاد. اگه بخوام صفت برتر داشته باشم بعد اسم تفضیلم باید من مقایسه ای بیاد. پس یه موقع میگم علیون افضل من محمد، علی برتر از محمد. یه موقع میگم علیون افضل تلمیز فستف. آن اینجا دیگه داره چی میشه؟ اینجا دیگه داره چی میشه؟ چون دارم قیاس یه دونه رو با یه جماعتی انجام میدم، بعد اسم تفضیلم باید مضاف الیه تلمیز بیاد. و اگر اسم تفضیلت مضاف الیه بگیره صفتت صفت عالیه، بهترین، ترین تو ترجمت میاد. اگر بخوای مقایسه یک به یک انجام بدی، علی بهتره از فلان، صفت برتر بیاری من مقایسه. پس شما اسم تفضیل رو تو قالب قیاس یا یک به یک میبینی، صفت برتر، بهتره، بدتره، قشنگتره، زیباتره، آها، یا داری صفت تو یک به چند قیاس میکنی، علی بهترین دانش آموزه، علی قدیترینه، این زیباترینه. اون زمانی که با صفت عالی طرف باشی باید مضاف الیه بعد اسم تفضیل. قبوله؟ پس این بار اول ماجرا که من اگر اسم تفضیل دارم
و تو قالب قیاس داره میشینه، یعنی کاربرد مقایسه داره، باید یا با من مقایسه‌ای بیاد یا با مضاف الیه بیاد. اما نکته مهم خیلی از بچه‌ها یه صوتی سمی اینجا میدن. اگه گفتی چیه؟ خیلی از بچه‌ها میگن خب آقا مگه شما نگفتی مؤنثش فولاس؟ آها اینها مؤنث اسم تفضیل فولاس میگم. خب میگه از طرفی این ور ماجرا داری علی رو قیاس میکنی، این ور ماجرا داری محمد رو قیاس میکنی، یعنی چون یه مذکر رو با یه مذکر قیاس میکنی داری افعل میاری؟ میگم نه، هر جایی که من مقایسه ای بیاد، سوال کنکور بوده، هر جا که من مقایسه ای بیاد فقط با وزن افعل میتونه بیاد، حتی اگر دو تا مؤنث رو با هم قضاوت کنی. پس میتونم یه نتیجه گیری کلی کنم که آقا من ترکیب سمی فضلامن هیچ زمان ندارم. پس من حتی اگر بخوام دوتا خانوم رو با هم قیاس کنم میگم فاطمتو اکبرو من زهرا، فاطمه بزرگتر از زهرا، نمیگم فاطمتو کبرامن. چرا؟ چون ترکیب فعلامن ندارم، چون ترکیب فعلامن هیچ موقع ندارم. این پارت اول ماجرا راجع به کاربرد قیاس اسم تفضیل. چت ما رو به اون بده ببینیم بچه‌ها اگه سوال دارن سریع بپرسن، اگه نه بریم رو فاز صفت. سوال اگه داری سریع بپرس. تشخیص مضاف الیه میگیم اوکی؟ آفرین، ما ترکیب فعلامن نداریم. حل تا اینجا درسته؟ این از این مضاف الیه چجور تشخیص دادی رو میگم، ثبت داشته باشه. اسم حرف و اینا رو میگیم باشه؟ هیچی از دست ندی، هرچی از اینجا باید با آن همراه باشه. آهان، الان اون که کجا به کار میاد رو میخوام بگم. مطهر اصلا نگران نباش، آفلاینش رو میبینی اوکیه؟ اصلا کسی که دیر رسیده نگران نباشه میبینه. تو چند جلسه؟ 7 جلسه، بین 6 تا 7 جلسه تمام میکنیم کلو. ببین چطور بری مهران. آقا اما کاربرد دوم اسم تفضیل چی بود؟ صفت بود. خوب به من دقت کن، خوب کامل به من دقت کن. آقا من اگر صفت دارم، یعنی توی ترکیب وصفی حاضرم، ترکیب وصفی ماجراش اینجوریه که من یه موصوف دارم که در ادامش صفت میاد، یعنی موصوف من چی میگیره؟ صفت میگیره. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا سر تو درد نیارم، تو اگه میخوای موصوف صفت داشته باشی که نوش جونت، این موصوف و صفت دوتا اسمی که کنار هم دیگن به شرطی میتونن ترکیب وصفی بسازن که تو چهار تا عامل یکی باشن: یک، تعداد، دو، معرفه یا نکره بودن، اصلا برام مهم نیست اینا رو بلدی یا نه چون همه رو بهت یاد میدم، سه، اعراب، اصلا برام مهم نیست که میدونی چیه یا نه چون خودم بهت میگم، و چهار، از لحاظ جنس. چی شد؟ پس اگر دو تا اسم بخواد کنار هم باشه، این ذهنیت مزخرفو که من هر دو تا اسم دیدم کنار هم جفت اره فلان داره ترکیب است داره بریز دورا، تموم شد اینا. مهم معرفه بودن یا نکره بودنه، نه این که من اره فلان داشته باشم فقط. کاملش میکنیم درس 5 و 6 با هم دیگه این تیکه رو. آها، علل حساب این تیکه رو قفلی بذار کنار که من هر جا دو تا اسم دارم کنار هم دیگه اره فلان داره جفتش، حتما ترکیب استی از خبرا نیست. مهم تطابق چهار تا فاکتور بین اون دو تا اسمه. حالا اینو گفتم که چی بگم؟ که بگم آقا اگه کاربرد دوم اسم تفضیل صفته، یعنی اسم تفضیل به عنوان صفت میاد، آها، پس باید از موصوف خودش جنس و تعداد مطابقت کنه. یعنی چی؟ یعنی برای مثال یه موقع میگم رأیتو اخی، دیدم چه کسی رو؟ دیدم داداشم رو. پس داداشم مفعوله اینجا. اونی که میگفت آقا مفعول چجوری پیدا کنیم، ساده ترین راه و چیپ ترین راه برای پیدا کردن مفعول پرسیدن چه کسی را و چه چیزی را از فعله. رأیتو دیدم،
چه کسی رو دیدی؟ داداشم. و پس داداشم میشه مفعول. کار حرفه‌ایش چجوری مفعول پیدا کنی؟ میگیم به هم دیگه، سب داشته باشه. تو درس 4 و 5 میگیمش. بیا با من. حالا من میخوام برای داداشم صفت بیارم. للهی باید بگم الاکبر یا باید بگم الکبرا؟ خدا وکیلی آقا مگه موصوف صفت نی؟ پس این دعنتی باید از لحاظ جنس و هم یکی باشه. آقا داداش که خدا وکیل من میدونم جنسش مذکره، پس اسم تفضیلی هم که براش به عنوان صفت میاد باید مذکر باشه، پس اکبر نه کبرا. حالا اگر همینو میگفت رأی تو اختی، خواهرم، دیگه چون موصوف من مؤنث بود اسم تفضیلی هم که براش به عنوان صفت میاد باید، پس کاربرد دوگانه اسم تفضیل یاد باشه، یک برای قیاسه که یا پای من مقایسه ای وسطه یا مضاف الیه میگیره، دو کاربرد صفت داره که اگر کاربرد صفت داره باید از لحاظ جنس اسم تفضیل با اون اسم موصوفی که براش دارم صفت میارم یکی بشه. این دو تا کاربرد اساسی اسم تفضیل. حالا یکی گفت آقا من نمیدونم مضاف الیه چه جوریه، میخوام برای تو بگم. بیا اینجا ببین منو. اگر شما دو تا اسم داشتی، آها، که بینشون تو ترجمه این ا اومد، دارم اول ترجمهشو میگم بعد قواعدشو میگم، کتاب زهرا، دانش آموزان مدرسه، اوکی، دومی مضاف الیه، پس اولی مضاف. اما نکته مهم، من نقشی به نام مضاف ندارم. یعنی چی؟ یعنی زیر یه واژه خط نمیکشم بنویسم نقش این واژه مضافه. مضاف یه جایگاه برای نقشای دیگه. به جمله فکر کن. یعنی نقشای مثل مبتدا، خبر، فاعل، مفعول و میتونن چی بگیرن؟ مضاف. میتونن چی بگیرن؟ مضاف. پس زیر یه واژه واسه من خط نمیکشی بنویسی نقشش مضافه، چون مضاف بودن نقش نیست. مثل موصوف بودن. از من به یادگار داشته باش، دو تا چیزه که خیلی از بچه ها 99% بچه ها اشتباه میکنن، تو اشتباه نکن، فکر میکنن مضاف بودن و موصوف بودن نقشه، به خدا نیست، نقشای اصلی هن که صفت میگیرن و مضاف الیه میگیرن. پس نقشای اصلی در جایگاه مضاف و جایگاه موصوف واقع میشن، نه در نقش مضاف، نه در نقش موصوف. اینو دادی؟ گوش کردی؟ حالا بیا جلو. آقا این فاز اول، من تو ترجمه ماجرا دانش آموز مدرسه، معلم کلاسینو، آها، این ا به من کمک میکنه. همین؟ نه، من خواهیتو خوشگلتر به تو بگم، واژه‌ای که در نقش مضاف الیه دارای اعراب مجروره. خیلی از شما ممکنه ندونید اعراب مجرور چیه، اشکال نداره بعدم بازش میکنیم، اما علل حساب بدون، یعنی اون واژه با یکی از علامتهایی که الان بهت میگم ظاهر میشه، یا ای میگیره یا ان میگیره، یا اینه میگیره یا اینه میگیره و یا آته میگیره. پس نقشی که واژه‌ای که مضاف الیه باشه انتهاش یکی از اینا رو داری. تموم شد. مثال معلم مدرسه، نیا کن مدرسه، یا همینو بگم معلم مدرستن، نیا کن هن. دومی احد و موظفینه، نیا کن یکی از دوتا کارمند، یا همینو بگم چی آقا معلم و ببخشید چرا معلمه گفتم احد و موظفین، نیا کن دوباره اینه داره. پس اگر یه اسمی مضاف الیه باشه یکی از اینا تو آخرش میاد. نکته دوم، و اون اسمی که تو جایگاه مضاف رفقا به هیچ عنوان الف و لام و تنوین سمی نمیتونه بگیره. آخ 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 آخ. نیا کن معلم نه الف و لام داره نه تنوین،
احد، نه فلان داره نه تمیر. پس بله درست تو جای مضاف قرار گرفته. یا مثالای بالا رو با هم دیگه ببینیم. اینجا نیا کن، افضل و تلمیز، من گفتم تلمیز مضاف الیه، این علامت مضاف الیه بودنش چی؟ کسره آن ا. دوم نیا کن، افضل تو جای مضافه، الف لام رو تمیر نگرفته، پس کاملا درست آوردم. اینم پیدا کردن مضاف الیه. تا اینجا قبوله؟ تا اینجا ما کاربردای اسم تفصیل رو با هم دیگه بستیم. حله. یه چت من بده احرام ببینم چی کارم. تا اینجا سوال اگه داری بپرس، اگه نه برم جلوتر. خب نکته بگم، سمیعش کنیم. همه چی میزونه. تا اینجا فهمیدی؟ با من اومدی جلو؟ آره خیالت راحته. دمت گرم. جار و مجرورم میگم، خیالتون راحت. آفرین رسول. رسول خوب سوال خوبی کرد، گفت آقا من تو ترکیب وصفی هم ا رو میبینم. بله، برای همین من در ادامه ماجرا اومدم شرایطش تو ادبیات عربم گفتم که الف و لام رو تنوین نمیگیره و مجرور میاد. حرف جر رو هم میگم، خیالت راحت. خیالت راحت میشه؟ میگم اصلا نگرانش نباش. بریم. میخوام حالا یه بمب دستت بدم اش کنی. آقا طراحا بذار اینجوری بگم، من آقا شما یه بابی داری تو باب های مزید ها به نام باب افعال. باب افعال درست میگم؟ با هم دوره کنیم. ماضی باب افعال چیه؟ افعله. مضارعش چیه؟ یفعلو. درسته؟ یفعلو، افعله، یفعلو. امرش چیه؟ افعل. و مصدرش میشه افعال. خب از این سوال قشنگ بپرسم. للهی، خدا وکیلی. آه خدا وکیلی، اگه برای تو حرکت گذاری نکنه به من بگو ببینم. حقیقتا افعله و افعل اگر حرکت گذاری نکنه، کپ اسم تفضیل افعل هست یا نیست؟ یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات اون واژه افعلی که تو میبینی اصلا اسم تفضیل سیقه که بازیه یا عمر مخاطبه. تهشو دارم میگم، دارم دستامو میزنم ته مطلب بهت میگم اینوها، این آخرشه. پس واژه افعل، به من دقت کن، خوب به من دقت کن، واژه افعل 4 حالت میتونه بیاد. اوه بزرگوار رو نگاه کن. افعل 1، سیغه 1 ماضی بیاد، افعل. 2، صيغه انا مضارع بیاد، افعلو، انجام میدم. 3، امر مخاطب بیاد، افعل. 4، بالاخره 4 اینه که اسم تفضیل باشه. یا قمر بنی هاشم، پس یعنی واژه افعل تو 3 حالت خالی فعله، تو یه حالت اسمه. اونم کی اسم تفضیله؟ زمانی که من بعدش یا من مقایسه ای داشته باشم یا چی داشته باشم؟ مضاف الیه داشته باشم. تموش، برالاش عشق. پس واژه افعل کجا اسم تفضیله؟ زمانی که من بعدش من مقایسه‌ای بتونم بیارم یا مضاف الیه بتونم بیارم. اما تو 3 حالت دیگه فعله. حالت خوشگل میخوام بهت بگم، میخوام بگم اش کنی. آقا فاعل تو صيغه امر مخاطب 100% انتهی مستتر تو این صيغه افعل یا فعل و افعل. پس چون فاعل من انتای مستتره، دیگه من یه اسم بعد فعل مخاطب امر افعل ندارم که به عنوان فاعل بیاد. اگر یه اسم بیاد، اون اسم بدون شک مفعوله. و این اسم 100% چیه؟ مفعوله.
یا علی. و اسمی که مفعوله، مفعول چون منصوبه خیلی راحت تشخیصش که آیا این فعل امر مخاطبه یا نیست، چون مفعول چیه؟ منصوبه. یعنی چی آیه شارودی منصوبه؟ من شاگرد سالیانتون نبودم، بلد نیستم. آقا یعنی اگر منصوبه با ا یا ان، با اینه، با اینه یا با آته ظاهر میشه. درسته؟ اما اگر صیغه 13 مضارع باشه، یعنی انای مضارع باشه، فاعل تو صیغه 13 انای مضارع چون 100% انای مستتره، پس دوباره بعد از این فعل من اگر یه اسم بیارم، این اسم 100% مفعول فقط میتونه باشه. اما اگر صیغه یک ماضی باشه، بعدش یه اسم میتونه به عنوان فاعل بیاد، اسم یک فاعل، اسم دو مفعوله. اوه عجب مسئله بود، خدا وکیلی خیلی قشنگه. تا اینجا اگر سوال داری از من بپرس، چطور بکن. مرسی مهران جون، ببخش. آه مثال بزنم، مثال بزنم. نگاه کن. سه تا مثال میزنم راجعش با هم یه گپ بزنیم، بعد دیگه بریم سراغ اسم مکان. نگاه کن، سه تا جمله آره همه تو جزتون هست، نگران نباشید. خب سه تا جمله. آقا جمله آخر شروع میکنم، یا تلمیز. نگاه کن، زمانی که یا میاد یعنی داره یه نفر رو صدا میکنه، مخاطب قرارش میده. پس از این مخاطب قرار دادنه میفهمم که 99.9% این امر مخاطبه، فعل امره. آها پس این در واقع بوده یا تلمیز احسن، احسان کن به پدر مادرت. یا جایی که الی والدیک بیاره میتونست چی بگه؟ ببخشید، یا تلمیز احسن خود والدیک رو میبود. دیگه تو الان میدونی 100% والدیک مفعولته. چرا؟ چون احسن امر مخاطب، فاعلش 100% چیه رفیق؟ انتای مستتره. حالشو ببر. میام بعدی، احب لغت العربیه. علامت مخاطب داری تو این جمله؟ داری؟ نداری. از طرفی بلافاصله بعد احبو یه اسم منصوب لغت اومده، من علامت مخاطبی ندارم که اینو امر در نظر بگیرم. کجا بعد از فعل من میتونه اسم منصوب بیاد؟ زمانی که انای مستتر، ببخشید، زمانی که صیغه انای مستتر باشه یا زمانی که امر مخاطب باشه. خب من علامت مخاطب نداشتم که، پس 100% انای مستتره. تمام، بسلام.
پس این صیغه چنده؟ 13 مضارع فاعلش انه مستتر. حالا گزینه یکت احسنه، نگاه کن یه دونه فاعل میخوام احسان کرده. کی؟ خدا. چه کسی رو احسان کرده؟ به چه کسی احسان کرده؟ به مؤمنین. است دوم مفعول. پس این احسنه یک ماضی بود. اش کردی یا نه؟ بچه ها من اگه سرعتم بالاست به خاطر حجم بالای مطلبیه که باید بگم، حتما شما آفلاین رو بعدا نگاه کنید. من حجم مطلبی که باید بگم خیلی بالاست، زمانم محدوده، سریع باید بگم. دم شما گرم. گزینه دو رو نگاه کن. آقا نگاه میکنم من بعد این فعلم یه اسم منصوب دارم، درست میگم؟ پس این فعل من یا باید انه مضارع باشه یا امر مخاطب باشه. اما سوال اینجاست، مگه تو جمله مثال، تو این جمله مثال علامت مخاطب داری که بخوای فعل عمد در نظرش بگیری؟ مثلا اسلوب صدا زدن یا تلمیز. من تو یا تلمیز چون اسلوب مخاطب دارم، دارم صدا میزنم یکی، و حدس این که این فعل عمد باشه خیلی بالاست. اما تو این یکی مثال من چون علامت مخاطب ندارم نمیتونم اونو الزاماً امر بگیرم. حل؟ دم شما گرم. این از این، این از این. و آخرین مطلب راجع به اسم تفسیر رو بریم سراغ اسم مکان و سپس کتاب درسی. نگاه کن، شما دو تا واژه داری، اینو دیگه همتون میدونید، من فقط میخوام مرورش کنم. واژه های خیر و شر، درست میگم؟ خوب بهم دقت کن، خوب بهم دقت کن. این دو تا واژه خیر و شر در یه صورت میتونن اسم تفضیل باشن. آها، در یه صورتی میشه اسم تفضیل نباشن. چه موقع واژه خیر و شر اسم تفضیل نیستن؟ زمانی که معنای خوبی یا بدی بده. مثلا الخیر فی ما وقع، خوبی تو اون چیزی که اتفاق میفته، چون داره معنای خوبی میده دیگه اسم تفضیل نیست. اما یه موقع میتونه اسم تفضیل باشه. کی؟ زمانی که یا معنای خوبتر بدتر بده یا معنای خوبترین بدترین بده. طبیعتاً چه موقعی معنای خوبتر بدتر میده؟ چون صفت برتره. آهان، زمانی که بعدش من مقایسه‌ای بیاد. چه موقعی معنای خوبترین بدترین میده؟ زمانی که بعدش مضاف الیه بیاد. خیر و اخوانکم، بهترین برادرانتون. علیون خیرون من جلیسهی، علی بهتره، خوبتره از همنشینش. خب الان تو کجای این واژه اصلا فعل افعل داری؟ رسول جان که مثال عربی به من بده. حله؟ پس اینم راجع به واژه خیر و شر. خب مطلب آخرم من بگم و بریم سراغ متن کتاب. نگاه کن منو. موضوع بعدیمون راجع به اسم مکان و اسم زمانه. صد درصد بهتون یاد میدم همه رو، ثبت داشته باشید. حالا میریم متن تحلیل میکنیم، همه رو میبینیم تو کتاب درسی. آقا من یه اسم مکان زمان دارم، یه ظرف مکان زمان یا قید مکان زمان دارم، یه تو با هم فرق میکنه. اسم مکان زمان یعنی اسمی که ساختارش اسم مکان زمان، و اسمی اسم مکان زمانه که معنای زمان یا مکان وقوع فعل بده. این خیلی مهمه، زمان یا مکان وقوع فعل.
من با این کار دارم. پس اسم مکان زمان همین نیست که من آقا بگم وزناشو میدونم مثل مکان زمانه. نه 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 نه، باید معنا و زمان وقوع فعل بده. به دو صورت ساخته میشه. چجوری؟ یک، اگر از مصادر مجرد بسازمش، سه تا وزن داره: مفعل، مفعل و مفعلت، مکتب، مسجد، مدرسه. قبوله؟ عوض بخوام. و یا اگر از مصادر مزید ساخته بشه، کپ اینه، کپ اسم مفعوله. اوه یعنی چی؟ یادت اسم مفعول مزید ساخته میشد چجوری بود؟ قالبش مو عبد. نه؟ مثلا معلم، منتظر، درسته؟ مجتهد. اگر واژه ای مفردش قالب مو ع بگیره میشد اسم مفعول. خب خب آقای شارودی، شما دارین میگین که این اسم مکان زمانه ولی شبیه اسم مفعول ساخته میشه؟ پس من از کجا بفهمم واژه‌ای که مثلا 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 مثل مجتمع، مجتمع این اسم مفعوله یا اسم مکان زمانه؟ آهان، برگرد به تعریف. مکان یا زمان وقوع فعل. این واژه مجتمع رو میبینی؟ اگر بشه محل اجتماع اسم مکانه، اما اگر بشه جمع شده اسم مفعوله. عجب نکته ای، عجب نکته ای بود. پس آقا واژه‌ای که قالب مو اداره هم میتونه اسم مفعول باشه، هم میتونه اسم مکان زمان باشه. از کجا بفهم اسم مکان زمان یا اسم مفعوله؟ از این که آیا واقعا معنای وقوع فعل زمان یا مکان وقوع فعل میده یا نمیده. اگه مجتمع داره تو جمله من معنای محل اجتماعی گروهی رو میرسونه، اسم مکانه. اما اگر من بگم رأیت و اسما کل مجتمع، ماهی های جمع شده رو دیدم، آهان معنای جمع شده چون داره میده، دیگه اسم مفعوله. این تش بودا. پس مفعل، مفعل، مفعلت و قالب موع. آهان آفرین متحره، از اسلوب جمله میفهمیم که واقعا داره معنای محل اجتماع میده یا نه داره معنای جمع شده میده. اگر معنای محل اجتماع داد که اسم مکانه، نوش جونت. اما اگر معنای جمع شده داد، اسم مفعوله. و سلام. مثلا ذهبت الى مجتمع کلاسینو، رفتم به محل اجتماع کلاسینو، دیگه محلی که کلاسای کلاسینو توش برگزار میشه، چون داره معنای محل اجتماع میده پس اسم مکان. و سلام. حل یا نه؟ هر چی لازم بود راجع به اسم تفضیل و اسم مکان زمان بدونی رو بهت گفتم. حالا میخواییم بریم سراغ کتاب درسی، دیگه با من باش. خب من تو جریان کتاب درسی شروع میکنم تجزیه ترکیب تند کردن. خب ترجمه رم میگم لابلای کار، طبیعتا نمیتونم. ببینم الان 45 دقیقه مرفت، 45 دقیقه داریم برای ادامه ماجرا، میبینی؟ چون حجم مطلب زیاده، زمان محدوده. یه تکم درس دادیم. خب
پس محبت میکنی، وا نمیسی به من بگی آقا سب کن من ترجمه رو بنویسم. آفلاینش ضبط میشه، هر موقع خواستی میبینی ترجمه رو با من یادداشت میکنی. ترجمه رو من میگم میام جلو، میرم سراغ ترکیب کردن ماجرا. حله؟ برو بریم بسم الله. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. من آیات الاخلاق، آیات معنای نشانه ها میده، پس از نشانه های اخلاق. نیا کن اخلاق تو این جمله مضاف الیه، از نشانه های اخلاق. شرایط رو ببین، شرایط مضاف الیه بودن چیه؟ یک، باید مجرور می بود. للهی مجرور هست یا نیست؟ اینا این اه. دو، واژه‌ای که تو جای مضاف قرار می گرفت الف و لام و تنوین نباید می داشت، اینهاش نداره. پس کاملا این که من گفتم مضاف الیه درسته. حالا خود آیات چه نقشی داره؟ مگه قبل از آیات حرف جر منو نداری؟ پس آیات میشه مجرور به حرف جر. قبوله؟ این تا اینجا. من یارو کوچیک کنمش که سری فقط بگیم و بریم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. تا اینجا بریم، تا اینجا بریم. نگاه کن ای کسایی که ایمان آوردید، فعل لا یسخر، نگاه کن خوب دقت کن، خوب دقت، آخرش مجزوم شده، درسته؟ پس این لا لای نهیه، درس 6 با هم میخونیم، پس باید به صورت نباید ترجمهش کنیم. میگه ای کسایی که ایمان آوردین، نباید گروهی گروه دیگر رو چیکار کنن؟ مسخره کنن. اصا چه بسا ان یکونو خیر منهم، چه بسا باشن، چی باشن؟ بهتر از اونا باشن. پس ای کسایی که اینا ایمان آوردین، گروهی نباید گروه دیگر رو مسخره کنه. چرا؟ چه بسا اونا بهتر از اونا باشن. قبول تا اینجا؟ آره، مضاف الیه هم میتونه الف و لام بگیره هم تنوین، مضافه که الف و لام تنوین نمیگیره. بابا افعاله رام بیار. خب برو بریم. آقا فعل آمنو رو داریم، قشنگ میخوام تو میخوای فاعل پیدا کنی. آها، میخوام بهت یاد بدم، میخوام بهت فاعل پیدا کردن یاد بدم. آقا از این برات کارتو راحت کنم، بیا رو فیری یه مطلب بگم عشق کنی. یا تا حالا فهمی چقدر عبس پیدا میکردی فاعل، چقدر تو در و دیوار بودی. خوب به من دقت کن، اگر فعل شما ساخته شده باشه از یک ریشه به علاوه یه حرف اضافه، آها، اگر فعل شما ساخته شده باشه از ریشه به علاوه حرف اضافه، این حرف اضافه فاعله. تمام. یه چی میخوای خدا؟ برای مثال فعل آمنو للهی مگه نبوده آمنه به علاوه واب، پس واب میشه فاعلت. تموم شد و رفت. درس 1، پس قطعاً چی میشه؟ واب میشه فاعلت. حالا یه حالت رو نگاه کن، پس مثلا من یه فعلی دارم کتبتم. آقا کتبتم مگه نبوده کتبه به علاوه توم، پس این تومه میشه فاعلت. اگه فعل دارم نصرنا، مگه نبوده نصره به علاوه نا، پس این نایه میشه فاعلت. تمام، تمام. ببین تو چقدر فعل الان تو میتونی فاعل پیدا کنی دیگه. حالا یه موقعی هم میگی آقا فعل من که حرف اضافه نداره. خوب بهم دقت کن، تو انواع فاعل ما سه دسته فاعل داریم رفقا. دسته اول به اصطلاح بهش میگن اسم مرفوع. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اسمی که یکی از این علامتایی که میگم داشته باشه. او و اون، او یا اون، آنه، اونه و آتو. ذهب المعلم، معلم فاعلته. ذهب معلمون، معلمون فاعلته. ذهب المعلمان، چون آنه داره معلم فاعلته.
ذهب المعلمون چون اون داره فاعلته، ذهبت المعلماتو چون آتو داره فاعلته. این دسته اول که اولویت ما اینه. دسته دوم، دسته دوم همین حرف اضافه های انتهای فعلا. اما دسته سوم، اگر آقا نه اسم مرفوع تونستی بعد فعلت به عنوان فاعل پیدا کنی، نه فعل تو اضافه حرف اضافه ای تش داشت، ناچاری بری سراغ ضمیر مستتر. ضمیر مستتر رو تو فعل ماضی تو صیغه هو و هی میبینی، تو فعل مضارع تو صیغه های هو، هی، انا، نحنو و انت میبینی. تمام. حالا برگردم این سفر داشته باش، این سفر داشته باش تو پیدا کردن فاعل، همش دیگه همینه. میرسم به فعل لایسخر. این فعل منه، فاعلش کیه؟ آقا صیغه حرف اضافه داره، لایسخر حرف اضافه نداره. اگر فعلی آخرش حرف اضافه نداشته باشه، طبیعتاً باید یا فاعلش اسم مرفوع بعدش باشه یا ناچاری ضمیر مستتر به کار ببری. خدا وکیلی قومون رو به عنوان اسم مرفوع داری یا نداری؟ بگو داری یا نداری. پس قومون میشه فاعلت. تموم شد. دوباره من قومن ترکیب جار و مجروریه، پس قوم میشه مجرور به حرف جر من. من اگر جایی رو تجزیه ترکیب نمی کنم، چون شما هنوز نخونین جلوتر میخونین با همون، جلوتر از من نرید جلو، بریم جلو. دوباره نگاه کن، اینجا واژه خیر رو دارم، چون بعدش من مقایسه‌ای داری پس اسم تفصیله. چه بسا باشن چی باشن بهتر از شما، نگاه کن اسم تفصیل با من مقایسه‌ای معنای بهتر میده، صفت برتره. بریم جلو. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خير منهن. و چه بسا زنی از زنان که بهتر از شما باشه. یه بار گفته من هم مذکر رو برده داره مردا رو با هم قیاس میکنه، یه بار داره زنا رو قیاس میکنه. پس آقا مسخره نکنین، چه بسا یه گروهی از مردا از مردا بهتر باشن، چه بسا یه گروهی از زنا از زنا بهتر باشن. بریم مرحله بعدی. ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بریم تا اینجا. قبول؟ تا اینجا اگه سوال داری بپرس. خب دم شما گرم، بریم. ولا تلمزو انفسکم، همدیگر رو مسخره نکنید. ولا تنابزو بالالقاب، به همدیگه لقبای زشت ندید. این منظورش چیه؟ دیگه نه خصوصی همینجوری آنلاین باشه؟ علیرضا من نفهمیدم منظورتو. خب بسل اسم الفسوق بعد الایمان. آهان، نام زشت دادن بعد از اینکه ایمان آوردید بده. بعثه چه بده نام زشت دادن بعد از اینکه ایمان آوردید. بریم سر پیدا کردن فاعل. برو بریم. آقا فعل اول یا کن، ولا تلمزو، این فعل چی بوده؟ بوده تلمزو نه. آها، لای نهی اومده بر سره شده تلمزو، نونه پریده. پس آقا حرف اضافه ای که من به عنوان فاعل دارم چیه؟ واوه. این تا اینجا میخوام ایسه با حال بود بگیم، میخوام ایسه با حال بود بگیم. از این بعد هر موقع فعل داشتی بعدش یه اسم منصوب 99.99% دهم درصد مفعوله. 99.99% دهم درصد. آقا للهی، نگاه کن، انفسه یه اسم منصوب بعد از فعلی، پس 100% مفعوله. بچه ها من اگر از این به بعد میم به می نویسم یعنی مفعول، شما در جریان باشید اینو بدون، من میم به نوشم یعنی مفعول. خب پس اینجا انفس مفعول منه. حالا بیا جلوی سه با حالت بگم. از این به بعد رفیق هر موقع یه حکم کلی با حالت بدم، یه اسم داشتی، اسم داشتی،
و به این اسمت یه ضمیری چسبیده بود. قبوله؟ این ضمیر بزرگوار نقشش میشه مضاف الیه. دیگه چی میخوای خدا؟ حالا نگاه کن، انفسکم، مگه ضمیر کم به اسم انفسا نچسبیده؟ پس کم میشه مضاف الیه. جانم بیان جلو. ولا تنابزو، این چی بوده؟ بوده تنابزو، نه لای نهی اومده بر سر شده تنابزو. پس چیکار باید بکنیم؟ واو بگیریم فاعل، واو بگیریم فاعل. بل القاب، مگه القاب نبوده با حرف جر به؟ پس القاب میشه مجرور به حرف جر به. حالا تا اینجا بریم جلو. اگر چیزی رو نمیگم چون هنوز نخوندیم. بچهای انسانی براشون تجزیه ترکیب متن رو آماده میکنم، رو پنلشون میذارم، نگران نباشید. و یکی در میون چنج میکنیم با هم متن درس رو، چون بیس کارتون یکیه. خب بیس کار یکی تو تعیین نقش، یکی در میون با هم چنج میکنیم. بریم. و من لم یوتب فاولائک هم الظالم. آقا یک بچه ها حرفای جر رو پرسیده، بگم برا تو بریم. ببین سوال میکنید از متن درس ها میمونیم، منم نمیتونم سوال جواب ندم. خوب دقت کن آقا، هر موقع حرف جر داشتی که بر سر اسم یا یه ضمیر اومده بود رفیق، خوب به من دقت کن، من به کل پک این حرف جره با اسم و ضمیر بعدش میگم جار و مجرور. این جار و مجروره، اما به نقش اسم یا ضمیر بعدش میگم مجرور به حرف جر. پس رفقا مجرور به حرف جر نقشه، اما جار و مجرور نقش نیست، یه ترکیبه. خیلی مهم بود. حالا حرفای جر من چی هست؟ الا، علا، من، فی، به، ل، رب، اینا مهم باشه. حله. پس من اگر بعد از اینا یه اسم داشته باشم یا یه ضمیر داشته باشم، نقشش مجرور حرف جره، به کل پک حرف جر با اسم یا ضمیر بعدش میگم ترکیب جار و مجروری. قبول؟ برو بید. پس توی اینجا بلالقاب، کل بلالقاب جار و مجروره، اما القاب مجرور حرف جره. بس. و من لم یوتب فاولائک هم الظالمون. و هر کی توبه نکرد یا هر کی توبه نکنه چیه؟ پس اونا از ظالمینن، ستمکارانن. حالا خوب به من دقت کن، من برای فعل لم یوتب میخوام فاعل مشخص کنم، درسته؟ خوب به من دقت کن، خدا وکیلی بعدش یه اسم مرفوع به عنوان فاعل داری؟ بگو ببینم داری یا نداری. بعدش اسم مرفوع به عنوان فاعل داری یا نداری؟ بودا نداری. لم یوت ظالمون از این فعه، یعنی شروع جمله جدید علی رضا، هر جا ف بل ثم لکن نه واو عطف دیدی بعد شروع جمله جدیده، تموم شد جمله قبلی. پس تا قبل از ف اسم مرفوعی نداشتی براش. باریک الله علی رضا، خیلی نکته خوبی گفتی. پس آقا من اسم مرفوع نداشتم. اوله. دو، للهی لم یوتب حرف اضافه تنگش داری؟ خدا وکیلی داری یا نداری؟ ها؟ حرف اضافه هم که نداری، پس ناچاری دیگه بگیری هوبه مستتر. چرا؟ چون صیغه یک مضارع است. تموم شد، تموم شد. بریم جلو. فاولائک هم ظالمون. اولائک مبتدات، چه خبری براش داری؟ اینا چی ان؟ ظالمن، ظالمون خبرت. بریم با هم. یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسمون.
میگه ای کسایی که ایمان آوردین دوری کنید، اجتناب کنید از زیادی گمان. اینقدر نشید راجع به دیگران حدس و گمان بزن. چرا؟ این نبعض از دنه اسمون، قطعا همانا بدون شک بعضی از گمانها چیه؟ گناهه. ان بعض از ظنه اسمون، بعضی از گمانها گناهه. دوباره بریم، یا ایها الذین آمنو، آقا فعل آمنو فعلش کیه؟ قطعا ضمیر واو. اجتنبو، اجتنب، اجتنبو، اجتنب فعل امره ولی بازم فعلش ضمیر واو. من از زن، زن قبلش حرف جر من دارم پس میشه مجبور حرف جر من. بعضو اخ اینجا رو بگم کرکوپرت بریزه، بیا اینجا، بیا فیلی با من. آخ آخ خدا، پشت موتور بودم دماغه پرش. نیاکو یه سری اسم داری، بهشون میگن اسمای دائم الاضافه. این خیلی بهت کمک میکنه تو تعیین نقشا و اینقدر کلی از نقشات با این جلو میره اش میکنی. نه دیگه من حرف جر نیستش. که بعد از این اسمای دائم الاضافه اگر اسمی یا ضمیری داشته باشی حاجی، خب بدون استثنا نقش این ضمیره یا اسم مضاف الیه. یه چی میخوای خدا؟ یه چی میخوای؟ حالا چی هست اسامی دائم الاضافه؟ کل، غیر، این غیره چقدر بد شد، کل، غیر، بعض، مثل، جمیع، زو، زا و زی. پس اگر بعد از اینا من یه اسمی داشته باشم اون اسم مضاف الیه. حالا جانیا کن، این بعضه، آها بعضو دارم پس زن نمیشه مضاف الیه. اوکی نه دیگه رامیار، اونا رو ما بهش نمیگیم اسامی دائم الاضافه، اونا چون ظرف مکان زمانن، اسمی که بعد ظرف مکان زمان بیاد مضاف الیه میخونیم. ما هم دیگه سب کن بریم. ولا تجسسو ولا یقتب بعضکم بعضا. تا اینجا بریم ما هم دیگه. ولا تجسسو، تجسس نکنید، فاعلش کیه؟ واو. ولا یقتب، نباید غیبت کنه. چرا گفتی نباید غیبت کنه؟ چون فعل من مجزوم شده، لای من لای نهیه، پس فعل من باید به صورت نهی ترجمه شه. نباید غیبت کنه. فاعل لا یقتب و خدا وکیلی کی مشخص میکنی؟ اولویتت با اسم مرفوع بعدشه. آیا اسم مرفوع بعدش داری یا نداری؟ بگو ببینم. بدو 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 آقا تو ترکیب بعض و کم ما میدونیم ضمیر به اسم چسبه مضاف الیه، پس ضمیر کم مضاف الیه. بعد فعل لا یقتب خدا وکیلی اسم مرفوع بعض رو نداری، پس بعض میشه فاعلت. تمام تمام باری کلا. حالا نباید غیبت کنه کی؟ بعضی از شما. غیبت چه کسی رو؟ اسم منصوب بعد فعل بعضن مفعولته. اش کردی یا نه؟ برو اینجلو. ایوهبو احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو. میگه آیا احدی از شما دوست داره که بخوره؟ آهان، ان ناسبه بر سر فعل مضارع به من مضارع التزامی میده، دقت کن. آیا احدی از شما، یکی از شما، احدم جزو اسامی دائم الاضافه است، اینو داشته باش. آیا احدی از شما دوست داره که بخوره چه چیزی رو؟ گوشت داداششو در حالی که مرده است. فکره تموه و ناپسند میداریدش. حالا میکنی گوشت برادر مرده تو بخوری؟ چرا هوای مستطر رو بگیری سینا فاعل؟ وقتی که اسم مرفوع داری بیجا میکنیم هممون، حتی من. اگر روزی اگر اسم مرفوع بعد از فعل دارم اجازه ندارم هوای مستطر، اصلا ضرب مستطر رو پاشو بکشم وسط. حله؟ پس فاعل لا یقتب بعضوه. نباید غیبت کنه کی؟ بعضی از شما. چه کسی رو؟ غیبت بعضی دیگر رو. بعضن اسم منصوب بعد از فعل 99% مفعوله. تا اینجا رواله، برو بریم.
ایوهبو احدو کم. آقا فعل یوهبو رو دارم. من میدونم ضمیر کم که مضافانه لیهشه هیچی. حالا آقا احدو میتونه فاعل باشه یا نمیتونه خدا وکیلی فاعل باشه؟ من بگو ببینم فاعل برای فعل یوهبو. ها؟ میتونه احدو فاعل باشه یا نمیتونه فاعل باشه؟ میتونه باشه، میتونه باشه. بعد فعل اسم مرفوع دارم، قطعا احدو فاعلته. تمام تمام. حالا نگاه کن، ان یکولا، فعل ان یکولا، بعدش اسم مرفوع داری؟ بعدش اسم مرفوع داری؟ آره یا نه؟ بودو 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 بودو. نداری، پس ناچاری فاعل فعل ان یکولا رو بگیری هوای مستتر. اما دلت نخواد بعد یکولا یه اسم منصوب داری، پس لحمه میشه مفعولت. آیا احدی از شما دوست داره که بخوره چه چیزی رو؟ گوشتو. حالا اینجا نکو پرات بریزه، گوشت داداش خدا وکیلی ترکیب اضافی نی؟ نگاه کن، من اگر ادعا میکنم که اخی مضافون الیه، یک اخیه مجرور بردتش، دو اسم لحم که در جای مضافه برا من نه الف و لام داره نه تنوین داره، پس درست این نقش کردم. به 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 به. حالا میخوام یه نکته خفن بهت بگم، سعید با من همراه باش الان آخر جلسه بهت میگم. خوب به من دقت کن، یا اول پس دقت کنی تو بگم اش کنی. آقا شما یه سری ضمیر متصل داری، چی هن اینا؟ ه هما هم، ها هما هن، که کما کم، که کما کن، یه و نا. این ضمیر رو نیا کن. نه ان یاکولا را میار، ان مزارع التزامی سازه، این ان و ان نیست که بشه اسمش داداش. صبر کن جلوتر از من نرو، همه رو بهت میگم. آقا این ضمیرا میخوام یه سه باحال بهت بگم، به خدا کلیه تعیین نقشاتو دارم جلو میندازم اگه با من بیای جلو. این ضمیرا اگر بر سر فعل بیان نقششون مفعوله. اوه 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 اوه. این ضمیرا اگر بر سر اسم بیان نقششون مضاف الیه، و این ضمیرا اگر بر سر حرف جر بیان نقششون مجرور به حرف جره. نگاه کن، رأیته بوده چی؟ بوده رأیتو، به علاوه ضمیره، ضمیره نقشش مفعوله. معلمه بوده چی؟ بوده معلم، به علاوه ضمیر هو، معلم چون اسمه، هو مضاف الیه. علیه بوده علا، به علاوه ضمیر ه، علا چون حرف جر ه میشه مجرور به حرف جر. حله. عجب تیکه‌ای بود این صفحه. من هم هم همینطوره، باری کلا سیبا سینا، میگم سیبا من بوده علاوه هم دیگه، پس میشه مجبور حرف جر من. بریم، پس آقا فعل فکره تموه، اینو گفتم که به اینجا برستم، ضمیر هم میشه مفعولش، واو میشه فاعلش، یا قمر بنی هاشم، پس ناپسند میداریدش. فکره تمو، واو حرف اضافه تای فعل فاعل، ضمیر حجز اون ضمیرهایی که بر سر فعل بیاد مفعوله. تمام تمام. و تقوا الله، ان الله تواب و رحیم، و تقوای خدا رو پیشه کنید. چرا؟ همانا قطعا بدون شک خدا تواب، بسیار بخشنده و رحیمه، مهربانه.
دوره کنیم ما هم درس 8 سال دهم وزن فعال و فعاله. نگاه کن وزن فعال و فعاله چی به من میداد؟ اسم مبالغه میداد، درسته؟ اسم مبالغه تو ترجمهش بسیار میاد. پس اگه میگه تواب یعنی بسیار توبه پذیر. داری منو؟ ها؟ خیلی داریم قدم به قدم قشنگ میریم جلو. حیف نکنی کلاسو. بیا سر تا این نقشا و تقو. آهان نگاه کن حرف اضافه بر سر فعلت داری یا نداری؟ آقا وابو دارم، پس بگیرش فاعل نوش جونت. بعدش اسم منصوب داری یا نداری؟ بله اللهو دارم، پس بگیرش مفعول نوش جونت. حالا ترجمه کن و تقوا کنید. چه کسی را تقوا کنید؟ خدا را. خدا مفعولت. تمام شد و سلام. بریم یه مرحله جلو. قد یکونو بین الناس من هو احسن و منا. آهان ترکیب احسن و منا را نیا کن، اسم تفضیل با من مقایسه ای. فعلینا ان نبتعد عن العجبه و ان لا نذکر عیوب الاخرین به کلام خفی او بالاشاره. بریم آهان. خوب برای دقت کن. قد برام نکته میگم ها. بر سر فعل ماضی، فعل ماضی شما رو میکنه ماضی نقلی. ذهب رفت، قد ذهب رفته است. رأیتو دیدم، قد رأیتو دیده ام. جلسنا نشستیم، قد جلسنا نشسته ایم. نصرتم کمک کردید، قد نصرتم کمک کرده اید. سلام. اما نکته قشنگ چیه؟ اینه که قد بر سر فعل مضارع معنای گاهی میده. آهان اینو دقت کن. قد بر سر فعل مضارع معنای چی میده؟ گاهی میده. قد یکون و بین الناس گاهی بین مردم است. کی؟ کسی که چی تره؟ بهتره از ما. پس گاهی اوقات بین مردم یه کسی است که اون چیتره؟ بهتره از ما. خب فعلینا قشنگ آخ یه نکته بگم عشق کنیم. بریم پی بی. ببین تو حرفای جر شما اگر سوال کنکور حتی اومده بود، سوال کنکور پیار سال ازت پرسید کدوم حرف جره که معنای فعل داره، کدوم حرف جره که معنای فعل داره، به جر علا اگر ابتدای جمله بیاد بر سر اسم یا زمیر چون معنای باید و واجب است میده معنای فعلی داره. پس یه بار دیگه، اگر من حرف جر علا رو داشتم بر سر یه اسم یا بر سر یک زمیر معنای باید است واجب است میده و اینا چی هم رفقا؟ فعلا. پس اگر میگه فعلینا ان نبتعده نیه مثل اسکاله بگی بر ما است فلان، ما باید. حله؟ آره رسول بی بخاره تأثیرش خیلی آنچنان نیستش. حله؟ مجرور به حرف جر یعنی اون اسمی که بعدش حرف جر داری. اصلا مثلا ضمیر نا چون قبلش حرف جر علا داری پیش پس مجرور حرف جر. حله؟ مثلا واژه کلام چون قبلش حرف جر ب داری میشه مجرور حرف جر ب. مثلا فی که ضمیر که چون قبلش حرف جر فی داری میشه مجرور حرف جر فی. حله؟ برو بریم. پس اینجا که میگه فعلینا نمیام مثل اسکولا بگم بر ما است فلان، نه ما باید. حالا چیکار کنیم؟ زمانی که ادات ناصبه درس 5 بار میخونیم بر سر فعل مضارع بیاد مضارع التزامی ساخته میشه. نبتعد و دور میشویم. ان نبتعد این که دور شویم، پس ما باید که دور بشیم از آن. یه حرف دیگه جری که اون موقع گفتن یادم نمیاد انه، انه حرف جره پس عجب میشه مجرور حرف جر. قبوله؟ پس ما باید که دور بشیم از عجب خودپسندی و الله نذکره و این که یادآور نکنیم، یادآوری نکنیم. چه چیزی رو؟ عیبهای دیگران رو با کلامی پنهان یا با اشاره کردن.
کلامی پنهان، کلام پنهانی. نکته رو نگاه کن، ترکیب کلامن خفیین ترکیب وصفیه، خفیین صفتشه، جفتشون هم نکرن لعنتی ها. اگر تو یک ترکیب موصوف صفت نکره افتادی، درس چهار با هم دیگه میخونیم، آها، یه نکره بودن هم میتونه رو صفت بیاد هم رو موصوف، رو جفتش همزمان نه. پس یا کلام پنهانی یا کلامی پنهان. اوکی؟ بریم جلوتر. میخوام یه چیز خفن بگم، عشق بازی کنیم با هم دیگه. نگاه کن منو حاجی، ضمیر مستتر بودش اینجا. خب اگر شما عزیزم با صیغه های انا، نحنو و انتی مضارع طرف بودی، 100% فاعلش ضمیر مستتره. یعنی چی؟ چرا اشاردی هو و هیه رو نگفتی 100% مستتره؟ نگاه کن، یه موقع من میگم المعلمو یدرسو، یه موقع میگم یدرسو المعلمو، تو جفتش هم العربیه رو به عنوان مفعول میارم. خیلی درس مهمیه این تیکه، به من دقت کن قشنگ، بارتو ببند عزیزم. تو عبارت اول فاعل فعل یدرسو کیه؟ بگو ببینم. با ترجمه نگو، به چخ میری. هفته بعدی مفصلا مضاف مضاف الیه و موصوف صفت رو باز میکنم براتون. نه هفته بعدی، نه سه هفته دیگه، دو هفته دیگه. فاعل فعل یدرسو کی؟ فاعل فعل یدرسو. آفرین، کی گفتش؟ سنم گفت معلم. سنم جان گند زدی. چرا؟ چون فاعل قبل فعل نمیاد. به والله معلم اینجا فاعل نیست. فاعل قبل فعل نمیاد. اون مبتدای الان یدرسو خبرشه. اما تو عبارت دوم بله، یدرسو صیغه یکیه که من بعدش چون اسم مرفوع دارم معلم اینجا فاعله. خواهش میکنم ازتون با ترجمه تعیین نقش نکنید، به چخ میدینه بارتون. من خیلی مصرم با این تیکه، با ترجمه تعیین نقش کردی باخت دادی. مرسی سلام، پس من اشتباه فهمیدم، دمت گرم. پس تو پایینی معلم فاعلته، اما تو این اولی خداوکیلی بعد یدرسو شما داری اسم مرفوع میبینی؟ آره میبینی؟ میبینی یا نمیبینی؟ خداوکیلی میبینی یا نمیبینی؟ نمیبینی. پس ناچاری بری سراغ ضمیر مستتر. یدرسو چون صیغه یک، ضمیر مستترش چیه؟ هوه مستتر. ببین میتونم اینجوری بگم که ضمیر مستتر حاجی زاپاسه، تا چرخ ماشین من کار میکنه با اسم مرفوع یا حرف اضافه ته فعل به عنوان فاعل، من اجازه ندارم برم سراغ ضمیر مستتر. تو عبارت اولم من دیگه هیچ اسمی نداشتم که بخوام فاعل بگیرمش، حرف اضافه هم تنگش ندارم که بگیرم فاعل، ناچارم برم سراغ زاپاس ضمیر مستتر. اما تو صیغه های 7 و 13 و 14 مضارع، تو این سه تا صیغه فاعلت 100% ضمیر مستتره، یعنی انتی مستتر، نحنوی مستتر، انی مستتر. پس تو عبارت ان لا نذکره چون صیغه 14 مضارع است حاجی، 100% فاعلش نحنوی مستتر. جانم به این تحلیل اش کردی یا نه؟ دوست داشتی؟ مگه صیغه 14 نحنوی مضارع نی؟ پس فاعلش 100% نحنوی مستتر. تمام، تو این سه تا صیغه فاعل 100% همیشه ضمیر مستتره. انت، انا، نحنوی مضارع، نمازیا. چرا مازی نه؟ چون تو مازی انت میشه کتبت، حرف اضافه ت رو داری. نحنوش میشه ضربنا، حرف اضافه نا رو داری. انش میشه ضربتو، حرف اضافه تو رو داری. اما تو صیغه های 7 و 13 و 14 مضارع حرف اضافه نداری که. همین نذکر رو میبینین؟ اگه بود اذکر رو میگفتم انا مستتر. تمام،
حالا اینجا رو نگاه کن، فاعل در اومد، اسم منصوب بعدش چه نقشی داره؟ بودو بینم، اسم منصوب بعدش چه نقشی داره؟ تموم شد، مفعولته. حالا من میخوام ادعا کنم آخرین مضاف الیهته. نگاه کن، عیب‌های دیگران، سعید ماشاءالله بهت، عیب‌های دیگران اعره آوردم، دو مضاف الیه مجروره، اینه علامتش بود، درسته. سه اسمی که تو جای مضاف واقع شده نه الف لام گرفته نه تنوین، پس کاملا درست این نقش کردم. ایول بیان جلو. فقط قال امیر المومنین علی علیه السلام، فاعل فعل قال کیه؟ فاعل فعل قال کیه؟ بودا 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 عاشقتم امیر رو فقط فاعلته، امیر مؤمنان مؤمنین مضاف الیهشه، نه هوه مستتر. اسما چرا هوه مستتر؟ وقتی من اسم مرفوع دارم چرا میری سراغ ضمیر مستتر؟ مرسی سعید، باری کلا دیدی گفتم درست میشه سعید؟ شکرم پیمان، بریم جلو. پس امیرو شد فاعل من، حالا شوره یه جمله اسمی طرفم، اونی که میگفت مبتدا خبر، بیاد با من بریم جلو. اکبر العیبه، مبتدا خبر فاعل نائب فاعل مرفوعن، علامت ها رو یاد باشه، مبتدا خبر فاعل نائب فاعل مرفوعن، مبتدا خبر فاعل نائب فاعل مرفوعن، پس اکبرو میشه مبتدای من، قبوله؟ بزرگترین عیب، نگاه کن، میخوام ادعا کنم مضاف الیه، عیبو من اگه بگیرم مضاف الیه، یک مضاف الیه مجروره، اوکی، دو اسمی که تو جای مضاف اومده نه الف لام داره نه تنوین، پس روال کاملا. حالا بزرگترین عیب شد مبتدای تو، چه خبری براش داری؟ خدا وکیلی بزرگترین عیب چیه؟ چیه تو این جمله؟ انت عیب، این که عیب جویی کنی اون چیزی که در توه. آقا انت عیب اگه فعل نی، پس خبر تو میشه از نوع خبر جمله فعلیه، تمام. نفسم دیدن نمیاد. حالا اینجا رو میخوام بگم بهت، وای وای آقا تعیبه میگه امیرالمومنین گفته چی؟ بزرگترین عیب اینه که عیب جویی کنی اون چیزی رو که فیکه در تو هست، پس فعل تعیبه انتای مستتر، صیغه هفت مضارع است، پس ندید فاعلش میشه انتای مستتر. به 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 به، حالا شد که عیب جویی کنی، چه چیزی رو عیب جویی کنی؟ آن چرا؟ آهان، ما مفعول من اینجا میخوام آخرین نکته رو بگم، کلاس رو تموم کنم، میدونم متن و تمرین ها مونده، خودم تحلیل میکنم میذارم رو پنلت، نگرانش نباش، به من گوش کن، آخرین نکته رو خیلی ارزشمنده. شما یکی از جاهایی که خیلی باهاش عشق و حال میکنید، به قول یکی از فامیلای جدید ما، باهاش خیلی عشق و حال میکنید زمانیه که فعل دارین، میخوام با وجودت اینجا باشی. اشتباه نکن پیمان، میگی ضبط حرکات نگفتین، همه این علامتهای اعراب مجرور و مرفوع و منصوب که از من شنیدی خود ضبط حرکات. ضبط حرکات یعنی این، یعنی متناسب با نقشی که عبارتت داره حرکت گذاری درست بکنی. چند تا نقش مرفوعی امروز از من شنیدی؟ چند تا نقش منصوبی شنیدی؟ چند تا نقش مجرور شنیدی؟ مشتی؟ همه اینو ضبط حرکات بود.
دیدی؟ تو الان میدونی مضاف الیه مجروره، پس با یکی از اون علامت ها ظاهر میشه، این هم ترکاتشه. گرفتی چطای ما؟ به این جلو آقا اینجا دقت کن، اینو بهت بگم نمیدونی چه عشقی میکنی. آقا یه فعل و زمانی که شما داری، یه فعل و زمانی که شما داری للهی کار را دارم الان بلدی یا نه، من بعدا بازش میکنم. قبول داری این فعلت یا لازم مشتی یا متعدیه؟ فعل لازم فعلیه که فقط فاعل داره، فعل متعدی فعلیه که علاوه بر فاعل مفعول هم داره، اینو میدونم. و از طرفی این فعل من یا میتونه معلوم باشه یا میتونه مجهول باشه دیگه. دوباره من خوب اینو میدونم، فعلی که معلوم باشه فاعل داره، فعلی که مجهول باشه نائب فاعل داره. درست میگم؟ این از من قبول داری؟ یه فعل داشته باشی خدا وکیلی غیر از این چهار تا حالت میتونه داشته باشه. میخوام با هم منطقی صحبت کنیم، منطقی بیام صحبت کنیم. آقا یه فعل دارم تو جمله، این یا معلومه یا مجهول، یا لازم یا متعدی دیگه، غیر از این چهار تا حالت نیست. حرف من پذیرفتی؟ خب کار ندارم بلدی لازم متعدی بلد نیستیم، معلوم مجهول بلدی بلد نیستیم، واسه سال پیشت بوده. خب حالا من بعدا خودم میگمش. اگر بعد از فعل شما منومای موصول بیاد، منومای چی؟ موصول. خب تو اینو میدونی که من موصول معنای کسی که میده، مای موصول این مای ها معنای چیزی که میده. خب بهت بگم بری و راضی باشی، اگر بعد از فعلت منومای موصول بیاد، این منومای موصول سه تا نقش میتونه داشته باشه. یک، میتونه فاعل باشه. دو، میتونه مفعول باشه. سه، میتونه نائب فاعل باشه. مثال، همونطوری که فاعل پیدا میکردی نائب فاعل پیدا کن سینا، هیچ فرقی بینش نیست. مثال نگاه کن، یه موقع رأیتو من فی المسجد قتل من رأیته امسه، درسته؟ یا ذهب من جلس عند ابی. نگاه کن، تو رو خدا به من نگاه کن، بهت میتازه فهمیدی عربی یعنی چی. آقا فعل رأیتو مگه ضمیر تو فاعلت نی؟ قبول داری؟ آها، پس من اگر تو فاعلمه این من بزرگوار میمونه به قبل عنوان چه نقشی؟ مفعول دیگه. قتله ماضی که با او شروع بشه 100% مجهوله، فعل مجهول 100% چی داره؟ نائب فاعل. پس این معنی میمونه به عنوان چیت؟ فاعل. آقا فعل ذهبه که یه فعل لازمه و فعل لازم فقط فاعل میخواد، پس این معنی موصوله به عنوان چیه؟ فاعل. تعیین نقش کردی بدون ترجمه، اینو من از تو میخوام تو این کلاس. پس من اگر منومای موصول بعد از فعلم دارم، یکی از این نقش هست. حالا اینجا رو دیدی؟ خب حرفمو بهت اثبات کنم. انتعیبه خودت گفتی آقا فاعلش 100% انتعی مستطره، پس مای موصول به عنوان چه نقشی میمونه؟ تمام. خب یک صفحه از این مطلب ما مونده با اهم تمریناش. خب من به خاطر حجم مطلب، ببین یه سوال بذار ازت من بپرسم. ما دو تا کار میتونیم بکنیم. این جلسه رو دیدی؟ الان بگو این جلسه رو دوست داشتی یا دوست نداشتی؟ اینطور کلاس رو عشق کردی یا دوست نداشتی؟ نه واقعا نظر تو بگو، من اینقدر دوست نداشتم مثلا اینطوری بهم بگو. دوست داشتی این سبکو؟ خب دمت گرم. خب
میتونم اینطوری بهت درس بدم. دیدی خودت حجم مطلب بالا، از دهم یازدهم بهت کامل بگم مطلب بفهمی. طبیعتا بذار صادقانه با هم دیگه صحبت کنیم، من نمیتونم به دروغ بگم. خب ما احتمالاً هر خب همین رو میخوام بهت بگم دیگه امیر بود. خب احتمالاً مثلا یه نیم صفحه‌مون تو هر جلسه بمونه، ولی دقت کن ما قبلش قواعد درسی که گفتیم رو دوره کردیم. یک، لابلاش این همه نکته شنیدی، خودش دو جلسه درس بود. اوکی، و تازه متن رو تجزیه تحلیل و ترجمه کردی، یه نیم صفحه طبیعتا با تمرینا میمونه. ما میتونیم آقا به این سبک که امروز اون پیش بریم و من ادامهش رو برای شما تجزیه ترکیب کنم، ویدیوش رو بذارم رو پنلتون ببینید. میتونم این کار کنم، میتونم از حجم نکاتی که سر کلاس میگم کم کنم، برسیم متن درس رو تموم کنیم. کدوم رو شما میپسندید؟ من آخرش با شما. من این رو دیدید دوتا سبکو، این سبک اصلی منه، من اینجوری سر کلاس میرم جلو. بچه‌ای که سالیانه با من بودن میدونن روش من اینه. حالا این شما کدوم رو دوست دارید؟ اولی، دمتون گرم. پس ما از این به بعد به این صورت میریم جلو که حجم مطلب رو خیلی میبریمش بالا، مطلب قوی میگیم که دهم یازدهم تو قشنگ شخم بخوره، یاد بگیرید مطلب رو. طبیعتا بعضی وقتا نمیرسیم مطالب رو تموم کنیم، اشکال نداره، من براتون ویدیوش رو میگیرم میذارم کجا؟ توی پنلتون. خب اما در مورد انسانیا، من اینو قبلا گفته بودم، چون خیلی از درسای ما الان کلاس اختصاصی انسانی که نداریم، خب من که حالا صحبت کنیم یه دونه آمادگی امتحان نهایی اختصاصی انسانی هم بهمون بدن، حالا اون یه بحث دیگه است. اما برای اینکه حق بچهای انسانی اجحاف نشه، من تصمیمم بر اینه که یه جلسه در میون از انسانی و ریاضی تجربی برم جلو. مثلا من امروز از درس 1/11 ریاضی تجربی رفتم جلو، هفته بعدی درس 2/11 انسانی رو میگم. اما یه چیزو به صادقانه بهت بگم، مبنا یکیه. من نمیخوام به تو به اصطلاح ماهی بدم بگم آقا بیا برو این ترجمه این چیز برو عشق کن حالشو. نه، من این کارو نمیکنم، اصلا کتم نیست این رو چیزا. من به تو ماهیگیری یاد میدم، تو خودت بری ماهی تو بگیری. نکن چقدر چیز امروز یاد گرفتی، الان متن بذارن جلو دیگه خودت تجزیه ترکیب میکنی، این ارزشمنده. نه اینکه من میشستم واسه تو لیست کنم واف فاعل آخری مفعول، واف فاعل هم مفعول، القاب مجرور حرف جر فلان، اما تو یاد گرفتی چرا اینا فاعل مفعول مضاف الیه شد. پیمان جان هست، قطعا هست. خب من محمد حسین حق میدم به شما با خب، اما که بعضی درساتون مشترکه، این از این، پس آنچنان اجحاف هم نمیشه. خب و دوم، من قواعدتون که یکیه، قواعد یکیه، تنها فرق ما تو بعضی از مطلب درس هاست. حالا من صحبت میکنم، اگر ما اختصاصی انسانی دادن برای 11 اختصاصی انسانی که هیچی جداش میکنیم، اما اگر نه بچه های رزی تجربی نگران نباشن، با همین روش به نقطه‌ای که باید میرسی و من اون درسایی که مشترک بین ریاضی تجربی و انسانی نیست رو ضبط میکنم براتون تو پنل میذارم. اینم حال من به شما. خوبه؟ خوبه. آقا کی بود اعتراض کرده بود؟ حله؟ اون درسایی که بین ریاضی تجربی و انسانی مشترک نیستم واسه ضبط میکنم میذارم. دیگه چی میخوای خدا؟ خب جزوه نکاتتون که به زودی میاد آماده میشه رو پنلتون میذاریم. بچه‌هایی هم که ریاضی تجربی هم من اصلا جاشون باشم قطعا تو انسانی شرکت میکنم، چون اونجا خیلی شدت و حدت کلاس قویه، میره بالا مشتی میشه. صحبت میکنیم که بتونیم یه اختصاصی انسانی بگیریم، امیدواریم بهمون بدن. در مورد کلاس جامع من نمیدونم کلاس جامع سال بعد دارم تو کلاس اینو یا ندارم، اما مطالب و پیجمو فالو کنید قطعا مطالب جامع اونجا میبینید، خیالتون راحت باشه. محبت کنید رفقای نازنین من. مضاف الیه نه تنبیه میگیره نه مضاف الیه هم میتونه الف لام و تنوین بگیره، میتونه نگیره، قاعده خاصی نداره، اما مضاف قطعا الف لام و تنوین نمیگیره. اینم برای رسول. رفقای نازنین من محبت کنین، حتما پیج منو فالو کنین، چون اونجا اخبار این که آقا تمرین چی واسهتون گذاشتم، همه این ماجراها رو من توی پیج واسهتون میگم. مهدی شاه رودی آندرلاین آی آر. خب حتما پیج ما رو فالو کنین. بچهای انسانی اصلا نگران نباشن، من نمیذارم سر شما کلا بره، نه ریاضی تجربی نه انسانی ها، هر چی که نبود و من ضبط میکنم رو پنلتون میذارم، اصلا نگران نباشید. با من، شما با من طرفی دیگه، نگران نباش. خب جزوه‌تون هم که ان شاء الله تا 3-4 روز آینده میاد رو پنلتون. این از این.
حتما پیج رو فالو داشته باشین که اخبار اونجا دانلود کنید، اخبار هم دانلود کنید، پیگیری کنید از ما، من بهتون تکلیف ها رو بگم. خب این روال هم که چاکر تیم هست، من محمد هستم، من آره من صادقانش رو گفتم، چه ریاضی تجربی بشینه سر این کلاس، چه انسانی بشینه سر این کلاس مطلب یاد میگیره، من اینو میخوام، من میخوام تو مطلب یاد بگیری، این واسه من ارزشمنده. تو مطلب یاد بگیری همه جا میتونی خود استفاده کنی، ماهیگیری یاد بگیر نه ماهی داشتن، این فرقشه، اینو بپرس. آره دایرکت میتونین سوال بپرسین. آزمونتون از ساعت 12 باز میشه، شبه آزمون درس یکتون براتون رو پنلتون گذاشته میشه، حتما لطفا حل کنین قبل از آزمونتون، و چهارشنبه هفته آینده ساعت 12 بعد آزمونتون ران میشه و کسی که آزمون نده سر کلاس نمیتونه بیاد. امیدوارم که کلاس رو دوست داشته باشین. حتما اگر نقطه نظری، انتقادی، پیشنهادی دارین تو دایرکت به بنده بگین. من حالا یه کوئسشن باکس میذارم تو استوری اینستاگرام، حتما نظراتتون رو من بگین لطفا بچه‌ها. خب خواهش می‌کنم امروز استوری منو ببینید، حتما نظراتتون رو بگین که من ببینم آقا چی کار باید بکنی برای بهتر شدن ماجرا، اونو انجامش بدیم. امیدوارم که کلاس دوست داشته باشین کلاس رو، و لذت برده باشین از کلاس. خیلی مخلصیم، بریم تا هفته آینده. یا علی.